به هیجان داده مشو. آیا به سبب نزدیک شدن امتحانات به هیجان و بیقراری داده می شوی؟ به هیجان داده مشو، زیرا این کاری عادی و دائمی است، بلکه شاید برای سعی کوشش تو فایده آور باشد، مادامی که به درجه تشویش نرسیده است. پس به الله تعالی توکل بکن و به قدر تواناییت اجتهاد بکن و روز امتحان را فراموش نکرده در آن روز الله را بسیار یاد بکن و هم پدر و مادرت را راضی کننده دعای آنها را بگیر و ذکر صبح و شام و دعاهای هر روزه را حفظ بکن، خاصتا دعای برآمدن از منزل را که چنین است: بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوت الا بالله. پس ادوات مکتبیت را گرفته به سوی مکتب برو. وقتی که به صنف امتحان داخل شدی و گمان کردی که همه آن چیزی که حفظ کرده بودی فراموش شد، به هیجان داده مشو، که طبیعت انسان چنین است و ذهن انسان در وقت حاجت و ضرورت به آن باز میگردد. مثلا تو همه نامهایی که میدانستی در یک لحظه فراموش کردی، لیکن در حالت روبرو شدن با آن انسان در حال به یادت می آید و اینچنین دیگر همه معلومات ها نیز چنین است و هم در وقت خواندن سوال چنین است. برای امتحان دعای معینی نیست، لیکن دعاهایی هست که مناسب تو است، مثل دعای ای پروردگار من، سینه مرا برایم کشاده کن و کار مرا برایم آسان کن. بار الها، هیچ آسانی نیست مگر آسانی که تو آن را آسان میگردانی، و تو اگر خواهی غم و اندو را آسان میگردانی. بار الها، مرا هدایت کن و توفیق بده. ای زنده و پایدار، به رحمت تو طلب یاری میکنم. نیست معبودی برحق به جز تو که پاک هستی. هر آینه من از ظالمان بودم. پس تو در امتحانها از فریب دادن حذر بکن، زیرا آن به دنیا و آخرتت ضررآور است. و بعد امتحان به آن جوابهایی که داده بودی خود را مشغول مساز، بلکه از حاضر به امتحان روز دیگر تیار بشو. اگر خطای کرده بودی نگو که اگر من چنین میکردم چنین و چنان میشد، بلکه بگو که تقدیر الله چنین بود و او هرچی بخواهد انجام میدهد، زیرا کلمه اگر دروازه امور شیطان را باز میکند. عمل الشيطان.